Бир күндө 40 киши келип, общий дворине. Тынчытыки бистуашцула аз Кыргыз Эстония ки аз сатху мухожирон эст ки дар амалиёти нелегал ба дасти полиси Русия афтод ва ба боздоштгоҳи муваққатии Сахарова интиқол ёфт. Ба нақли ӯ дар онҷо талош карданд ӯро ба ҷанги Украина ҷалб кунанд. برایش وعده ها دادند. دکمنت بارده جوده. وعده میکنند که اگر برای 6 ماه بروی 1,200,000 روبل میگیری و صاحب سندهای ضروری بود و باش در روسیه میشوی. بعدی پاسخی رد تینچتیک همراه با 30 زاده دیگر قرقیزستان از روسیه رانده شد. روحی او اکنون برای 5 سال آینده با این کشور بسته شد. تینچتیک 8 سال اخیر در ساختمان‌های روسیه کار میکرد. در رید اخیر او بنابر گذشتن مهلت ثبت اقامتش بازداشت شد. مهاجر قرقیز امید داشت که با پرداخت جریمه خلاص میشود. اما این عملیات عادی نبود و تینچتیک را 17 روز در بازداشتگاه موقتی مرکز سخروه نگه داشتند. رید این بار خیلی سخت بود. آدمان را از روی عکسایشان جستجو می کردند. پلیس از تجهیزات نفترین از جمله از دوربین های نظارتی در مترو، خیابان ها و مغازه ها استفاده می کرد. خانه به خانه می گشتند. قرقز های زیادی را بازداشت کردند. تینچتیک با چشمان خود دید که مهاجران در چه شرایطی نگهداری می شوند و مناسبت با آنها چگونه است. با مهاجران مثل آدم مناسبت نمی کنند. اگر بیمار شوی و دارو پرسی نمی دهند. تحقیر و لطکوب می کنند. بعد از آنجا آمدن من با یک مرد صحبت ویدیویی داشتم. وی گفت قبرغش شکسته است. جوانی را که همراه با ما در یک جا بود خیلی سخت زدند. وی نقل کرد که یک بار 4 نفر با الکتروشاکر آمده او را لطکوب کردند. آنجا اگر یک نفر اعتراض کند 40-50 نفر را می زدند. به نقل این مهاجر قرقیز در مرکز مهاجرت اعلان های رفتن به جنگ آویخته شده به مهاجران بر عوض جنگ مکافات پولی و شهروندی وعده می کنند. این اعلان ها به تاثیر نماندند و به گفته تینچتیک برخی از مهاجران ازبک و قرقیز و تاجیک با وزارت مدافع روسیه قرارداد بسته از بازداشتگاه راست به میدان جنگ رفتند. هدف اصلی آنها کار کردن پول زیاد و برگردانیدن قرض هایشان بوده است. در یک حجره بازداشتگاه با من ازبک ها هم بودند. یک قرقز هم با آنها بود. وی گفت که از یک شرکت قرضی 30,000 روبل قرضدار است و اگر قرارداد را امضا کند می تواند قرضش را برگرداند. بچه ها خواستن او را از راهش گردانند گوش نکرد. ما با او گفتیم سراسیما نشو. برای آنها فرق ندارد. اگر امضا کنی زود تو را می برند. تینچتیک شد است که به جنگ نرفت و به این وعده ها داده نشد. او که تمام این سال ها در روسیه برای تامین روزگار خانواده اش کار میکرد، حالا تلاش دارد زندگیش را در قرقیزستان بسازد.